سلام به همه شما دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به کانال محمود بیز در یوتیوب. من در آموزش قبل روشی رو به شما یاد دادم در خصوص ارسال ایمیل های انبوه. البته دو تا آموزش بود که آموزش قبلی من بهتون گفتم که یه ویدیو بعد از اون خواهم ساخت در خصوص سایت هایی که شما میتونید از طریق اونها هاستینگ ها یا فضای نگهداری اطلاعات در اختیارتون قرار بده، میتونید به دست بیارید، و اینکه شما میتونید سایت سازهای رایگان رو به راحتی نصب بکنید و تولید محتواتون رو توی اونها انجام بدید. آموزش امروز در این خصوص آماده شده که امیدوارم مورد استقبال دوستان قرار بگیره. اگر شما میخواید به راحتی روی سایتتون وردپرس، جوملا یا سایر دروپال یا سایر سیستم های مدیریت محتوا رو نصب کنید، فکر میکنم این آموزش به دردتون بخوره. اگر قصد داشته باشید که به تبلیغات برای شبکه های افیلیت سیستم، افیلیت مارکتینگ یا روش های بازاریابی همکاری در فروش روی بیارید، فکر میکنم این آموزش بتونه مفید باشه براتون. آموزش امروز رو لطفا با دقت ببینید چون کارایی خیلی خوبی میتونه براتون داشته باشه. و دیگه اینکه برای دوستان که به تازگی به کانال محمود بیز مراجعه کردن خوش آمد میگم، لطفا کانال من رو حتما در یوتیوب سابسکرایب کنید و هم گزینه زنگوله هم که براتون بعد از سابسکرایب کردن نمایش داده میشه رو فشار بدید تا ویدیوها زودتر از سایرین در اختیارتون قرار بگیره. ویدیوهای قبل رو هم میتونید از پلی لیست ببینید، روش های کسب درآمد از اینترنت و سایر آموزش های کاربردی. خب میریم سراغ وبسایتی که میخوام بهتون آموزش بدم، سایت فری فلای هاستینگ سرویس، یکی از وبسایت های فوق العاده عالی و خوب. شما از طریق این وبسایت میتونید به راحتی وبسایت رو راه اندازی بکنید. البته یه ساب دامینه که در انتهاش آدرس ایمیل اینها نمایش داده میشه، مون برای دوستانی که میخوان مثلا توی اینستاگرام تبلیغ بکنن یا میخوان توی شبکه‌های فیسبوک تبلیغ بکنن، میتونن بیان محتواشون رو توی این وبسایت منتشر بکنن و بعد صفحاتشون رو در اینستاگرام یا فیسبوک یا هر جای دیگری اگر لینک‌های کوتاه رو قبول نمی‌کنن از این لینک‌ها استفاده بکنن و مشتری رو بیارن توی این وبسایت‌ها و لینک خودشون رو به اونها ارائه بدن و افراد از طریق عضویت توی اونها بتونن سیستم رو تهیه بکنن و از خدماتش استفاده بکنن و معرفی بکنن ابزار افیلیت یا هر خدمات دیگری که دارن ارائه میدن. همینطور که میدونید الان اینستاگرام یا فیسبوک یا توییتر خب قوانین جدیدی وضع کردن در خصوص لینک هایی که برای بازاریابی در فروش یا همکاری در سیستم های مختلف افیلیت هست. به خاطر همین چون لینک ها رو فیلتر میکنن، استفاده از این سیستم ها میتونه کارایی خیلی خوبی برامون داشته باشه. خب freeflyhosting.com آدرس وبسایت این شرکت، من آدرس این رو حتما در انتهای ویدیو میذارم که شما بتونید از طریق اون به راحتی وارد این سیستم بشید و پلن مورد نظرتون رو اینجا تهیه بکنید. مثلا من الان روی پلن هاستینگ رایگان میخوام بهتون آموزش بدم که 1 گیگابایت به شما هاست میده، 5 گیگابایت ترافیک ماهانه یا همون بندویچ میده و یه دونه هم دومین هاستینگ بهتون میده که شما از طریق این دومین میتونید داده هاتون رو نمایش بدید. یه ایمیل و یه وب میل و اس ام تی پی هم بازه برای ارسال ایمیل. همینطور که اینجا میبینید امکان نصب وردپرس یا جوملا یا سایر سیستم ها هم و راهکارهای دیگه هم توی این سیستم وجود داره. برای اینکه بتونید شما از این سیستم از پلن رایگانش استفاده بکنید، خب راههایی هست که من بهتون میگم. البته یه راه بیشتر نیست که من بهتون میگم. این سیستم کاملا رایگانه، یعنی هیچ تبلیغاتی هم داخلش وجود نداره، اما پلن های دیگری هم اینها دارن که مثلا 1.99 دلار در ماه هزینه سیستمشونه. منتها اگر بخواید میتونید این سیستم استفاده بکنید چون 1 دلار مبلغ فوق العاده پایینیه. و دیگه هم این که بذارید من رتبهش رو هم ببینم، 10 میلیون رتبهش در دنیا. خب یکی از اون وبسایت‌های جدیدی که الان برای جذب مخاطبش داره استفاده میکنه همین وبسایته. اما وبسایت‌های خیلی زیادی هستن که این خدمات رو انجام میدن. نمونش سسف وب هاست هست، یکی دیگه از وبسایت‌هایی که خدمات هاست رایگان در اختیارتون قرار میده. من تقریبا شاید 9 سال پیش بود از اون وبسایت استفاده کردم و هنوزم که هنوز ماشاءالله پابرجاست و همچنان خدمات رایگانش رو داره به افراد میده. البته قیمت پلناش مقداری بیشتره. اما ببینید شما توی این سیستم با 2 دلار در ماه میتونید به راحتی یه سایت خیلی خوب داشته باشید، یا با 15 دلار در ماه یا با 24 دلار. همه چی آنلیمیتد بهتون میده. ببینید آنلیمیتد فضا، آنلیمیتد
بندویچ، آنلیمیتد دومین هاستینگ، آنلیمیتد مای اس کیو ال یا مثلا خدمات سی پی یو، همه اینها توی این سیستم ها به صورت عمومی رایگان داده میشه به شما، یعنی آنلیمیتد داده میشه با قیمت پایین. حالا میریم سراغ دریافت یه دونه هاستینگ پلن رایگان. روی گزینه عضویت کلیک میکنیم و در صفحه‌ای که باز میشه میبینید که آدرسش اتومات تغییر کرد. تقریبا برای خیلی از وبسایت‌هاش این اتفاق میفته و عملا اینها سرویسشون رو به صورت کلی بر اساس چندین دامین ارائه میدن به مشتری‌ها. خب اینجا پلن‌ها رو میتونید ببینید، یا پلن رایگان تهیه میکنید یا پلن‌هایی که بر اساس اون پولیه. خب من میگم که من پلن رایگان میخوام، ببینیم پلن‌هاش رایگانش به چه شکلیه. اینجا میایم کانتینیو انتخاب میکنیم، توی این صفحه از ما خواسته که مشخصاتمون رو تکمیل بکنیم. خب مشخصاتتون رو تکمیل بکنید، آدرس ایمیل واقعیتون رو بزنید. من آدرس ایمیلی که اینجا میزنم یه آدرس ایمیل علکیه، شما این کارو نکنید، حتما آدرس ایمیل واقعی خودتون رو بزنید، نام شهرتون، آدرس پستیتون، نام و نام خانوادگیتون و زیپ کد یا همون کد پستیتون رو حتما بزنید. من تمام اینها رو الان علکی وارد میکنم، یعنی اینکه تمام این داده هایی که من اینجا می‌نویسم یا چیزای فیک هست که برای اینکه خب اطلاعات من نمایش داده نشه این کار انجام میدم. تا من این رو تکمیل میکنم شما هم تکمیل بکنید تا برگردیم ادامه ویدیو رو با هم ببینیم. خب من همینطور که دارید میبینید اطلاعات رو تکمیل کردم. اول اینکه بهتون بگم، ببینید آدرس ایمیلتون رو حتما ایمیل واقعیتون بزنید. من الان این آدرسی که گرفتم از آدرس ایمیل هایی که اینجا 10 دقیقه‌ایه، یعنی من 10 دقیقه با این ایمیل میتونم استفاده بکنم. مثلا برای آموزش این کارو انجام دادم، شما حتما از ایمیل واقعی خودتون استفاده کنید که زحماتتون بر باد نرود. برمیگردیم. خب فیلد اول نام و نام خانوادگی، نام خودتون رو وارد میکنید. فیلد دوم نام خانوادگی رو وارد میکنید. اگر شرکت دارید شرکتتون رو بزنید، اینکه سبزه یعنی مورد نیاز نیست، چندان مهم نیست، ولی اینهایی که با ستاره قرمز مشخص شدن جز مواردی هستن که ضروریه تکمیلشون. آدرس ایمیلتون رو وارد کنید، یه پسورد بزنید برای حسابتون و آدرس پستیتون رو وارد میکنید. باز هم میگم اینا چون چیزایی که به صورت پیش‌فرض میتونید هر چیزی وارد بکنید. خب من نوشتم اینور اونور همه جا، آدرس شهر رو نوشتم ترکیه با اینکه کشور ترکیه است و کد پستی و این هست. اینجا هم میگه شما قوانین رو بپذیرید که این سیستم چه خدماتی داره به شما ارائه میده، اینها رو مطالعه بکنید. من میگم باشه من مطالعه میکنم. تیک ربات نیستم رو انتخاب میکنیم. حالا میبینیم که اگر این آدرس ایمیل تکراری نباشه یا داده های ما مشکلی نداشته باشه، باید بریم به مرحله دریافت کد عضویت یا همون وریفای. من اینو ذخیرهش بکنم شاید لازم بشه. ببینید همینطوری که میبینید نوشته محمود جون اکانت شما ساخته شد. خب کلاینت آیدی من اینه و این هم آدرس ایمیلم، ولی من با اینکه خیالمونم راحت تر بشه، خب من الان این آدرس ایمیلم رو اول اینکه من کپی میگیرم اینجا میزنیم توی یه صفحه جدید برامون باز میشه. تا این صفحه برای ما لود بشه ما لازمه بعد از اینکه اطلاعات رو بزنیم، البته الان این صفحه که باز میشه کانفرمه، یعنی از ما میخواد این آدرس ایمیلی که ثبت کردیم رو تاییدش بکنیم. باید ایمیلمون رو باز کنیم. من ایمیلمو باز کردم، یه رفرشش میکنم ببینم آیا ایمیلی دست من رسیده یا نه. مطمئنا الان باید یه ایمیل رسیده باشه از این سیستم. بله ایمیل کانفرمیشن. خب من ایمیل کانفرمش رو باز میکنم، نشه کانفرم. این ایمیل خیلی مهمه، یعنی اگر شما این رو نزنید حساب شما اکتیو نخواهد شد. من این رو روش کلیک میکنم، در صفحه جدید حساب من ایجاد میشه. فکر کنم یه اتفاق بدی افتاد. خب حساب منو ساخت، من الان میخوام واردش بشم، یعنی حساب فکر کنم تایید شد. اگر اشتباهی رخ نداده باشه یا مشکلی ایجاد نشده باشه یا بلاک نشده باشم، امیدوارم که لاگین بشه. بله استارت شد، من حسابم ایمیلش اکتیو شد.
خب همینطور که میبینید بر اساس زبان کشور شما زبان این وبسایت به صورت اتومات بر همون شکل قرار میگیره. خب من اینجا میتونم زبان خودم رو به زبان کشوری که درش هستم قرار بدم و تغییر بدم. انگلیسی اینجاست. زبان رو من زبان انگلیسی الان انتخاب کردم و شما هم سعی کنید زبان انگلیسی باشه تا حداقل مواردی که با هم پیگیری میکنیم یکسان دیده بشه برای شما. یک گیگابایت به ما هاست رایگان داد، 5 گیگابایت ترافیک داد که الان هنوز مصرف نشده هستن، یه دونه دومین، ساب دومین 3 تا، MySQL یکی، ایمیل هم یه دونه. حالا میریم برای اینکه بتونیم فایل آپلود بکنیم. ببینید در وهله اول یادتون باشه بعد از اینکه حسابتون رو شما اکتیف کردید میتونید از فایل منیجر استفاده کنید برای آپلود فایلاتون. ولی حالا من میخوام بهتون یه خطایی رو نمایش بدم که ممکنه باش برخورد بکنید و ممکنه برای شما مشکل ایجاد بشه. اگر فایل منیجر رو شما روش کلیک بکنید، صفحه‌ای که برای شما باز میشه صفحه‌ایه که شما میتونید محتواتون رو اینجا منتشر بکنید. شما میتونید اینجا میتونید آپلود رو بزنید، میبینید که به شما ارور میده، یعنی شما هنوز برای خودتون دامنه‌ای رو انتخاب نکردید. پس یادتون باشه بعد از اینکه ساختید دقیقاً همینی که بهتون میگم و پیش ببرید. شما الان میخواید یه سایت بیارید بالا، همه چیش اتومات باشه و شما راحت اونو مدیریت بکنید. میرید تو قسمت دومین منیجر، یعنی تو قسمت وبسایت منیجر بخش دومین منیجر رو باز میکنید. این صفحه براتون باز میشه. شما هم میتونید دامین ریجستر بکنید، هم میتونید دامین انتقال بدید، هم میتونید هاست و دومین داشته باشید، هم میتونید ساب دومین رایگان بسازید با دومین های مختلف. یعنی ساب دومین یعنی چی؟ یعنی آدرس سایت شما میشه شامل یه حرف، یه کلمه و بعد یه آدرس. مثلا کلمه من میگم محمود بیز، این میشه یه کلمش، نقطه مثلا کدوم بهتون بگم، my art online، همچی چیزی myartsonline.com. نهیدمش خیلی ریز. من میخوام الان دامینم به این شکل نمایش بده. یعنی ببینید اینجا دامین من بر اساس بهش میگن ساب دومین، اون چیزی که قبل از دومین اصلی باشه ساب دومینه. محمود 20 نقطه google.com، این میشه یه ساب دومین، اما google.com خودش میشه یه دومین. خب من میگم محمود بیز نقطه مثلا نقطهشو خودش میذاره، myartsonline.com میزنم ایجاد تا برام بسازش. خب ببینید نوشت محمود بیز myartsonline.com. حالا اگر من همین رو اینجا کلیگراس بکنم توی صفحه باز بکنم، عملا صفحه ای من خالی، الان چیزی داخلش نیست، میگه برو تو کنترل پنل آپلود کن، اینستال کن و بعد بیا سایتت رو ببین. اوکی ما الان سایتمون رو میبینید که اینجا دیده میشه و اگر روش کلیک بکنیم برامون باز میشه. تموم شد کارمون فعلا. میایم داخل داشبورد. من الان میخوام روی این دومینی که الان ثبت کردم، روی همین ساب دومینی که ایجاد کردم، میتونم الان یه دونه هاست، یعنی میگم هاست، خدای ببخشید، الان میخوام یه دونه سیستم وردپرس آپلود بکنم، سیستم وردپرس، یا الان میتونم دو تا دیگه هم ساب دومین دوباره ایجاد بکنم، یعنی محدودیتی از این بابت نیست. و اگر ما بریم تو فایل منیجر فایل بخوام آپلود بکنم دیگه به ما اروری نخواهد داد. خب من این بالا ببینید نوشته هاستینگ تولز، اینجا نوشته اپ اینستالر، اپ اینستال رو من میزنم. ببینید اینجا هاستینگ تولز تو این منوی بالاست. خیلی از این منوهاش هم پولیه، یادتون باشه، یعنی شما چیز مجانی در اختیار قرار نمیگیره جز اینها. اپ اینستال رو میزنم. توی این صفحه به ما میگه که شما هر سیستمی که بخوای میتونی نصب بکنی. میگه بروز کن هر چیزی که دوست داری رو انتخاب کن و اگر چیزی قبلا نصب کرده باشید اینجا برای شما نمایش میده، دومینتون رو مینویسه، چه اپلیکیشنی استفاده کردید و میتونید مدیریتش رو داشته باشید. خب من میتونم اینجا بروز کنم
لیست اپلیکیشن یا سیستم هایی که موجود هست برای نصب، من میتونم اینجا انتخاب بکنم. به صورت پیش‌فرض وردپرس انتخاب شده است، یعنی اینکه یه سیستم فولاد خوبه که ورژن جدیدش هم اینجاست. و یه مورد دیگه این که شما هاستتون رو اینجا میتونید انتخاب کنید. مثلا من میگم برای mahmoodbiz.myartsonline.com آپلود بشه، یا سیستم وبلاگ نویس من، سیستم وبلاگی که من میخوام ایجاد بکنم با وردپرس روی این ساب دامین من نصب بشه. خب یا اگر جمله خواستید میتونید جمله رو نصب بکنید، یا اگر مثلا دروپال میتونید دوباره همین، یا اگر خواستید کلاس آنلاین رو اندازه بکنید میتونید از این سیستم استفاده بکنید، یا اگر خواستید انجمنهای گفتگو انجام بدید راه اندازی بکنید میتونید از PHBB استفاده بکنید، یا از اوپن کارت میتونید برای راه اندازی فروشگاه استفاده بکنید، از میدیا ویکی میتونید برای راه اندازی وبسایت هایی مثل ویکیپدیا یا سایر موارد استفاده بکنید، از پرستا شاپ میتونید برای راه اندازی یه فروشگاه استفاده بکنید. و دیگه اینکه خب سیستم های ای‌کامرس، OS کامرس هم از OS کامرس هم یکی از اون سیستم های فوق العاده قویه که میتونید استفاده بکنید. زن کارت هم از فروشگاه هایی، از سیستم هایی که شما میتونید از طریقش سیستم های فروشگاهی رو اندازی بکنید. حالا من میخوام وردپرس رو فقط نصب بکنم، پس من وردپرس رو انتخاب میکنم. بعد از اینکه کلیک بکنید یه صفحه به این شکل باز میشه، میگه شما میتونید الان برای نصبش اقدام بکنید یا اینکه میتونید کلوز بزنید. من میگم اقدام میکنم برای نصب. من بزنم پایین که تق و توق صدا نکنه. خب میگه که تایتل وبسایتتون چیه؟ من میگم تایتل وبسایت من هست محمود بیز، یا اصلا بزنم اینو عوض بکنم، مثلا بگم اسمش هست محمود جون به عنوان مثال. اوکی، نام کاربری میگم چی باشه؟ میگم ادمین. پسورد ورود به پنلش، یعنی میگه شما یه سایتی میسازی با چه نام کاربری و چه رمزی واردش میخواید بشید، اینها رو یادتون باشه. حتما حتما و این اساس میتونید استفاده بکنم. مثلا من ایمیل رو یه بار دیگه ریکاوری بکنم که از دستم نپره. خب یوزر نیمتون شد ادمین، پسورد من میگم یه پسورد برای من بساز. پسورد رو برای خودم اینجا چیکار میکنم؟ کپی میکنم که داشته باشم. اینم آدرس ایمیله. اگر ما الان این استال رو بزنیم، وردپرس برامون میره برای نصب و من میخوام این کارو انجام بدم. این آدرس ایمیلیه که به عنوان ادمین اینجا میتونید آدرس ایمیل خودتون رو واقعا واقعیه رو بزنید که اتفاقی براتون نیفته. میذارم این استال. تو مرحله اول دیتابیس ساخته میشه، این اسم دیتابیسه، و بعد در 13 مرحله فایل های مربوط به ساخت وبسایت بر اساس وردپرس برای من اینجا کپی میشه. ببینید این تو چند مرحله انجام میشه. الان مرحله 6 7 تا 13 باید بره، اینو دوباره برمیگرده تا 3 مرحله میره و بعد هم اطلاعات رو برای من ایمیل میکنه به آدرس ایمیلم که خب مرحله اولش تموم، ادیتورش و پلاگیناش رو برام نصب میکنه، این هم تمام، سپرکش پلاگینش هم نصب میشه در 3 قسمت و فکر کنم تموم شد. الان سند ایم تمام. ببینید الان این بالا هم نوشت که حساب شما اوکی ساخته شد، الان میتونید استفاده کنید. الان من برای من نوشت خوشحالیم از اینکه وردپرس 5.3.1 برای شما نصب شد. اگر من این آدرس وبسایتمو الان باز بکنم، خب میبینید چیزی نیست، بخاطر اینکه تو کش مرورگر من مونده. اگر من کلید کنترل F5 رو روی صفحه کلیدم بزنم، صفحه سایت من رو برام لودش میکنه. این عنوان یک من میشم محمود جون، دقیقا اومد این بالا. اینم صفحه سمپلیه که به صورت پیش‌فرض روی سیستم وردپرس قرار میگیره که ما الان میتونیم اینها رو ویرایش بکنیم، یعنی سیستمی که ما الان آوردیم بالا، هر کسی این آدرس رو بزنه میتونه وارد سایت ما بشه. خب قبلا دیدید که به این شکل بود، الان شد به این شکل. من این قبلیه رو ببندم، برمیگردیم داخل اینجا. تو همین صفحه‌ای که نصب وردپرس شما انجام شده، اینجا آدرس شما هم مشخصه برای ورود به ادمینش. بعد از آدرس وبسایتتون اسلش میذارید wp-admin، یعنی خط وسط ادمین، قبلش یه دونه دشه یا همون خط وسط، روش کلیک میکنیم صفحه‌مون باز میشه. یوزرنیم و پسوردمون رو ما باید اینجا بنویسیم. من فقط پسورد رو کپی کرده بودم که الان پیستش کردم. آدرس ایمیل هم که این بود، میرم اینم برمیدارم اینجا میزنم تا بتونم بزن یه بار دیگه من آدرس ایمیلمو ببینم. خب هاستینگ کنترل اینم که
آدرسی این هم ایمیلیه که برای من فرستاد که گفت آقا این استال شما توی یه دقیقه قبلم هست، این استال چیز رو انجام داد برامون، پنل رو برامون نمایش میده، اینم مشخصات و اطلاعات و داده ها. خب بریم اینجا با یوزر پسوردی که داریم لاگین بکنیم. من این رو ذخیره میکنم که شاید لازمم بشه، چون اینا چیزای علکیه، یعنی یوزر پسورد هایی که من زدم چیزای علکیه، ممکنه فراموش بشن و دستم خارج شده، دوباره قرار باشه از اول این مسیر رو بریم، خیلی زمان میبره. این مرکز کنترل شما یا داشبورد یا همون پنلیه که میتونید به راحتی یه فروشگاه محصول دوش بذارید، یا میتونید تبلیغ بیزینستون رو بکنید، یا میتونید به راحتی از طریق این سیستم یه سایت بیارید بالا، خودتون رو معرفی بکنید یا خدماتتون رو معرفی بکنید، و در این حال ابزارها و سیستم هاتون رو توی این سیستم بیاد معرفی بکنید به افراد خیلی زیادی در سراسر دنیا، که اگر یه چیز رو سرچ میکنن سایت شما هم بیاد بالا، یا محیط ساب دامینتون بیاد بالا، یا وبلاگتون بیاد بالا، یا هر چیزی که شما دوست دارید اسمش رو بذارید. ما هدفمون تولید محتوا است و از این تولید محتوا میخوایم پول در بیاریم. خب امکاناتی که این وسط قرار میگیره مواردی که شما رو کمک میکنه برای اینکه بتونید اطلاعات خوبی داشته باشید نسبت به اون سایتی که الان دارید مدیریتش میکنید. خب خیلی از اینها اصلا برای من مثلا به شخص کاربردی نداره، اینکه مثلا چه اخبار یا ایونت هایی مثلا قرار از طرف وردپرس در سطح دنیا اجرا بشه کاربردی برای من نخواهد داشت. پس به خاطر همین دوست دارم این رو غیر فعال بکنم. یا مثلا اینکه چه نوشته هایی داریم، چه کاری انجام شده، چقدر اسمم خورده، چقدر مثلا، یا مثلا میتونم نوشته ای رو بذارم ذخیره بکنم، یا مثلا این اطلاعات رو همیشه ببینم. خب هیچ کدوم از اینا به درد من نمیخوره. میام بالا، اینجا نوشته اسکرین آپشن، این رو باز میکنم، میتونم همه رو غیر فعال بکنم که اصلا چیزی برای من جز صفحه خالی نمایشی نده. خب سمت راست، سمت چپ صفحه دو تا بخش به اسم هوم و آپدیت. اگر ورژن جدیدی روی این سرور آپدیت بشه و قرار بگیره، شما میتونید از قسمت آپدیت اینجا بزنید چک مجدد بکنه که اگر نسخه جدیدی اومده به شما بگه، و حتی اینجا شما میتونید مجدد این رو نصبش بکنید. اگر امکاناتی که نصب می‌کنی مثلا پلاگین بهش میگن، اگر ورژن جدیدش بیاد اینجا میتونید آپدیتش رو بزنید و آپدیت بشه. اگر تیم یا همون قالبی که دارید استفاده میکنید نسخه های جدیدش بیاد، اینجا دوباره میتونید آپدیتش بکنید. اما یادتون باشه پلاگین هایی که الان تو سیستمتون استفاده میکنید، ماژول ها یا تیم ها یا قالب هایی که تو سیستم سایتتون یا وبلاگتون استفاده میکنید برای اینکه سایتتون زیبا بشه و قشنگ بشه، اگر خودتون دسترسی ندارید به برنامه‌نویسش یا خودتون برنامه‌نویس اونها نیستید و الان دارید از کارایی اون استفاده میکنید، اگر مشکل خاصی نداره برای خودتون آپدیتش نکنید، چون اگر آپدیت بکنید ممکنه وبلاگتون یا سایتتون از اون حالتی که الان داره نمایش میده خارج بشه و شکل و شمایل دیگه پیدا بکنه. پس این رو حتما مد نظرتون باشه. یه قسمتی اینجا داره به اسم پست. این قسمت پست شما میتونید از قسمت آل پستش تمام نوشته هایی که از قبل توی این سیستم اضافه شده رو ببینید. مثلا این نوشته اولیه که به صورت پیش‌فرض بر روی وردپرس زمان نصبش نمایش میده. شما این رو میتونید یا ویرایشش بکنید، یا میتونید تو صفحه همینجا میتونید به صورت خیلی سریع ویرایشش بکنید، یا حذفش بکنید بذارید تو زباله، یا اینکه بیاد خودتون مجدد این رو ببینید. حتی میتونید ببینید نویسندش کیه، تو چه گروهی این نوشته دسته‌بندی شده. شما حتی میتونید گروه بندی هایی که دارید و میتونید اینجا گروه بسازید و نوشته رو وارد اون گروه بکنید تا بتونید نوشته ها رو خیلی راحت پیدا بکنید. خب من اینجا الان اگر اد نیو رو بزنیم میتونیم یه نوشته جدید به سیستم اضافه بکنیم. پس من اد نیو میزنم. ببینید شما چند روز پیش آموزش کار با بلاگر رو دیدید. خب اون سیستم هم سیستم فوق‌العاده ساده بود، ولی اون رو سیستم بلاگر، رو سیستم وبلاگ دهی گوگل بود. اینجا یه سیستم مجزا است، یعنی چون کلا سیستم وردپرس یه سیستم مجزا است. و اینم بهتون بگم که وردپرس خیلی سریع و راحت توی موتورهای جستجو شناسایی میشه. یعنی شما اگر یه نوشته ای الان اینجا ما ایجاد بکنیم، میشه انتظار داشت که یکی دو هفته آینده توی موتورهای جستجو به راحتی پیدا بشه. ما شانسمون اگر بگیره و بتونیم وبلاگمون یا همین محیط که الان دارید میبینید رو
دائم به روزش بکنیم، یعنی حداقل روزی یه نوشته بذاریم داخلش، میشه این انتظار رو داشته باشیم که توی سرچ ها به صورت روزانه بهمون نمایش بده. یعنی مثلا زمانی که شما یه چیزی تو گوگل سرچ میکنی، اگر نوشته شما نوشته جدیدی باشه، زیرش مثلا می‌نویسه آخرین به روز رسانی مثلا 10 دقیقه پیش، یه ساعت پیش. دقیقا این اتفاق برای وبسایت ها به این شکل میفته، چون آپدیتن. مثلا خبرگزاری ها رو ببینید، اینها خبر منتشر میکنن، اگه قرار باشن خبرشون 2 هفته دیگه تو موتور جستجو نمایش داده بشه، اونها دیگه مطمئنن اون بازدید کننده رو نخواهند داشت. پس عملا خبرهاشون به صورت روزانه، هر چند باری که اینا دارن آپدیت میکنن، گوگل متوجه شده که مثلا این سایت روز 100 بار داره به روز میشه، یعنی روز 100 تا خبر داره میاد روش. پس گوگل روز 100 بار میره این سایت رو بررسی میکنه. اما سایت ما، این سایتی که الان مثلا ما بیاریم بالا، ممکنه مثلا چطور بهتون میگم، مثلا ممکنه هر ماه یه بار آپدیتش بکنیم یا هر 2 ماه یه بار بیایم آپدیتش بکنیم. به خاطر همین گوگل هم طبق همین زمان میاد تو سایت ما و میچرخه. حالا من الان میخوام یه نوشته اینجا اضافه بکنم و با هم دیگه این رو پیش ببریم. خب من میخوام اینجا لینک خودم توی سیستم افیلیت داش سیستم دات اورج رو میخوام اینجا بذارم، برای اینکه بتونم زیر مجموعه بگیرم و عملا بفروشم و پورسانت بگیرم، این چیز طبیعیه. پس به خاطر همین من الان میتونم همه اینها رو میتونم از بالا بگیرم تا اینجا، تا اینجا میتونم به راحتی کپی بکنم. ببینیم تا کجاشو مثلا ما میتونیم کپی کنیم. اینجا روش تونستم، اینم میگیرمش، اینم گرفتم. من همه اینا رو الان گرفتم برای کپی کردن. ببینیم آیا میتونیم اینجا اینو استفاده کنیم یا خیر. بله تونستم. خب به همین راحتی. حالا باید اینو مثلا یه مقداری که ویرایشش بکنم، خوشگل مشکلش کنم. اوکی اینجا نوشته URL. اول اینکه ما باید اینجا حتما یه تایتل بذاریم. من میذارم افیلیت. چرا من دائم از این افیلیت استفاده میکنم؟ به خاطر اینکه هر کسی سرچ بکنه افیلیت سیستمو، من هم بیام بالا و بعد اگر زدن مثلا افیلیت سیستم خواستن برن تو سایت افیلیت، وقتی تو سرچ ها اینو ببینن، بیان از طریق لینک من برن عضو بشن. پس شما هم برید این کار رو انجام بدید، بنویسید افیلیت سیستم و بعد اینجا ریجستر نو رو، الان میرم اینجا آدرس خودم رو برمیدارم میذارم، اینم آدرس خودم. خب اینو ادیتش میکنم، آدرس خودم بزنم دیگه. میگردم اینجا، آها اینجا میبینم یه دونه افیلیت سیستم نوشته، اینم بهش لینک میدم، اینم لینک خودم میذارم. دوباره این رو برمیگردم به حالت قبل، افیلیت استور، فروشگاه افیلیت، بخواد طرف سرچ بکنه دوباره لینک خودم میذارم که اگر روش کلیک کرد لینک من باز علی اکسپرس رو هم میام لینک خودم رو میذارم. چرا این کار میکنم؟ چون اگر طرف علی اکسپرس رو توی گوگل سرچ بکنه، میتونه وارد سایت من بشه و این به نفع منه، چون طرف میاد دوباره علی اکسپرس میگرده، بعد با این اطلاعات و نوشته هایی که اینجا هست روبرو میشه. من میتونم شانسم رو اینجا امتحان کنم، یعنی طرف یاد روی اینا کلیک بکنه بره توی لینک من عضو بشه و من پورسانت بگیرم. خب حالا همین روش رو قرار شما هم انجام بدید، یعنی شما میرید کلیک میکنید، هرچی خواستید لینک میدید، لینک خودتون رو حتما بذارید تا افراد بتونن با شما بیشتر آشنا بشن. خیلی خوب، اینجا میتونید کاتگوری بسازید، یعنی زیر مجموعه. من میگم این در مورد افیلیت هست و عدش کردم، ببینید اضافه شد دیگه. همیشه اگر من نوشته در مورد افیلیت بذارم میتونم اینجا، اگر من این افیلیت رو الان اینجا اضافه نمی کردم چی میشد؟ باید میرفت تو دسته عمومی یا بدون دسته، ولی من گفتم بذار تو افیلیت باشه. اینجا ببینید، اینجا یه تاریخ نوشته 18/12/2019. اینجا شما حتی میتونید عنوان هم وارد کنی. حالا باید ببینیم آیا اینجا میشه، فکر کنم بذار من اینو ببینم، افیلیت سیستم روش که کلیک بکنید ادیتو بزنید، بر اساس تاریخ عنوان نوشته شما رو تبدیل میکنه. حالا من الان بعدم بهتون میگم که این اصلا چطوری میشه اتومات این کار رو انجام داد. خب پس من دستش رو هم انتخاب کردم، این رو هم انتخاب کردم، دیگه چی؟ تگاش. این خیلی مهمه، این جزء کلمات کلیدی هست که افراد توی گوگل سرچ میکنن. من میام همه رو وارد میکنم، افیلیت
سیستم افیلیت علی اکسپرس. یه کلماتی باید بزنی که مثلا اگر طرف توی گوگل هم سرچ کرد ما بیاییم. هر دوشو گذاشتم چون اگر شاپ با شاپینگ و طرف زد دوباره ما اینجا پیدا بشیم. افیلیت مارکتینگ هم به صورت فارسی می نویسن. افیلیت سیستم. ببینید حتی من برای ایرانی ها اینو نوشتم که اگر کسی سرچ کرد علی اکسپرس آمازون، هر کسی ایرانی هم باشه سرچ بکنه این کلمات رو، من هم توی سرچ ها پیدا میشم. خیلی خوب، بعد از اینکه شما این کار رو انجام دادید، پس ببینید عنوان رو نوشتید، اومدید ادیت زدید عنوان رو به صورت نوشتید، اینجا هم نوشتید به صورت نیکی کرده. من این رو الان بهتون میگم اتومات خودش الان براتون درستش میکنیم که متوجه بشید. متن رو نوشتید، لینک خودتون رو قرار دادید. میبینید الان 13784 لینک منه، هر کسی رو اینا کلیک بکنه با لینک من میتونه عضو بشه. گروه رو انتخاب کردیم و تگ ها یا کلمات کلیدی نوشتم رو زدیم. در انتها پابلیش انجام میشه. بعد از اینکه پابلیش رو بزنیم، الان این نوشته ای ما باید توی سایت برای ما به همین شکل نمایش بده. خب اینجا ببینید بعد از اینکه رفرش بشه نوشته view post. من این رو در صفحه جدید باز میکنم که ببینیم چه اتفاقی افتاده. همین کفایت میکنه برای من، دقیقا همین کفایت میکنه. چون الان این اتفاقی که میفته چیه، امروز نه در روز دیگه نه دو هفته دیگه من اصلا این آپدیتش هم نکنم، بالاخره این میاد توی سرچ گوگل قرار میگیره و ببینید هر کسی روی این کلیک بکنه وارد لینک من میشه، لینکی که من تعریف کردم. هر کسی روی اینها کلیک بکنه وارد لینک من میشه و اگر خریدی انجام بده من پورسانت میگیرم. اینها خودش روش های جذب مخاطبه، روش های جذب افراد جدیده. حالا ببینید به خاطر اینکه از این حالت خارج بشه این صفحه، من میخوام این نوشته هلو ورلد رو میخوام حذفش بکنم که کسی اونو نبینه. نوشته قبلیه، میرم تو قسمت آل پست. الان دیگه نوشته ما ذخیره شده، حالا اگر بخواد بعدا میتونید بازش کنید ویرایشش بکنید. من میخوام این رو نوشته اولیه رو حذفش کنم، روش کلیک بکنید اتومات حذف میشه. خیلی خوب، حالا یه بار دیگه من سایتو باز میکنم ببینیم صفحه اصلیمون. افیلیت تو گروه افیلیت هست، توسط ادمین نوشته شده در دسامبر، 18 دسامبر. هیچ کامنتی هم ندارم الان، همون توضیحات توی سایت افیلیت رو رفتم کپی پیست کردم و لینک خودم رو به جای اینها گذاشتم. هنوز هم میتونید روی این کار بکنید، شما زیاد محتوا میتونید. تموم شد، به همین راحتی من این رفتم یه محتوایی قرار دادم. بقیش بستگی به خودتون داره که بتونید مثلا محتوای دیگه قرار بدید، محتویات مرتبط با مثلا این سیستم رو، یا ممکنه شما کسب و کار خودتون رو بخواید قرار بدید. طرف لاستیک فروشی داره، طرف تزیینات ماشین داره، یا هر چیز دیگری. این گروه رو هم حتی این نمیشه حذفش کرد، میشه ویرایشش کرد، میشه بعدا بازش کرد و ویرایش رو انجام داد، ولی دیدم نمیشه. اینجا هم که تگ ها رو میتونید ببینید، تمام تگ ها رو میتونید یه بار بنویسید که هر زمان خواستید مطلبی اضافه بکنید میتونید اینها براتون نمایش بده. از قسمت مدیا میتونید عکساتون رو توی کامپیوترتون هست میتونید آپلود بکنید توی سایتتون. از قسمت پیج میتونید صفحات سایتتون رو ایجاد بکنید، مثلا صفحه تماس با ما، صفحه مثلا ارتباط با ما، صفحه درباره ما یا هر چیزی. قسمت کامنت ها قسمتیه که شما میتونید کامنت های افراد یا نظراتشون رو ببینید و بخونید. الان فکر کنم یه کامنت اتومات اینجا باید ثبت شده باشه. نه، کامنت چون حذفش کردم غیر فعال شده. یه قسمتی داریم به اسم تنظیمات کلیه سیستم، بک‌گراندش، منوها و قالبتون رو میتونید اصلاح بکنید یا هر چیزی که در مورد تمتونه، یا حتی ممکنه شما مثلا قالب شکل و شمال سایتتون رو بخواید عوض بکنید. ببینید شما میتونید از اینجا هر تمی که خواستید انتخاب بکنید. الان تم ما کدوم سایته؟ این تمیه که الان برای ما روی سیستممون نمایش میده، یعنی الان تم ما اینه. میتونیم الان این تم رو انتخاب کنیم، اگر اکتیو رو بزنیم
تم ما از حالت فعلی خارج میشه و به این شکل تبدیل میشه. یا میتونید اینجا، یا میتونید حتی اضافه کردن تم رو بزنید و میتونید از صفحه‌ای که براتون نمایش میده تم های پرطرفدار رو میتونید سرچ بکنید. تم هایی که الان وجود داره، شکل و شمایل هایی که هست رو میتونید ببینید. و دیگه اینکه بذار مثلا من اینو خیلی جالب برام این استالش رو بزنم. این الان نصبش میکنیم ببینیم تم ما به چه شکلی در میاد. خب این الان نصب شد، میگیم اکتیوش کن برامون. تا اکتیو بشه، خب تم الان نصب شد اوکی. منتها برای استفاده از این تم میگه این موارد رو هم شما میتونید نصب بکنید. این فرم تماس با ماست، این برای خود قالبه، اینا برای فروشگاه است. به صورت پیش فرض همین الان فقط همین رو میخوام ببینیم که آیا تغییری ایجاد شد توی تم ما یا خیر. ببینید تغییر کرد، خیلی هم تغییر کرد، واقعا قشنگم شد. این خوبه، تو شکل شمالی جدیدیه، خوب که نیست اما خوب خوبه. تقریبا تغییر داد سیستم، چیزی که من نوشته بودم به این شکل میاد و نمایش میده و وقتی طرف بازش هم که بکنه به این شکل میتونه محتوا رو ببینه. خب اگر من بخوام همون تم قبلی بیاد، میرم تو قسمت تم، میگم آقا همون تم قبلی من باشه خیلی بهتره، این تم قبلی است. یا میتونید همین تم جدیدم هم میتونید مثلا کاستومایزش کنید، میتونید هر چی خواستید کم و زیادش بکنید، میتونید ویرایشش بکنید، ولی من میگم اون تم قبلی بهتر چون عکس هم حداقل قشنگ دیده میشد و محتوا هم یه جا نشون میداد، خیلی هم شیک و قشنگ تر بود. خب الان من این تم را تغییر دادم، برمیگردم میرم رو محمود جون کلیک میکنم. چه اسمی هم بگوشم، محمود جونم شده اسم. خب ببینید الان اینجور خیلی قشنگ تره، من فهم میکنم همین باشه، خب ساده تر و راحت تره و حداقل لینک هم قابل مشاهده میشه برای افراد. اوکی، قسمت پلاگین ها مورد چیزیه که شما میتونید پلاگین به سیستمتون اضافه بکنید. حالا پلاگین ابزاریه که شما میتونید توی صفحه داشته باشید. ممکنه شما یه فرم تماس با ما بخواید تو سایتتون ایجاد بکنید، بعد از این قسمت برید نصب بکنید، یا میتونید ویرایش بکنید و ادیتشون بکنید. از قسمت یوزر میتونید کاربرانتون رو ببینید، آیا ادمینای دیگه هم دارید، آیا ادمین دیگه ندارید، یا هر چی دیگه دارید اینجا میتونید مدیریتشون بکنید. از قسمت تولز میتونید اطلاعات خودتون رو، دیتایی که اینجا گذاشتید و ایمپورت بکنید یا فعال و غیر فعال بکنید. اما قسمت ستینگ خیلی مهمه. من از قسمت ابتدا شروع میکنم، ستینگ رو میزنیم تا صفحه اصلیمون باز بشه. اینجا عنوان تایتل سایتمونه که من نمیشم محمود جون که خودتونم دیدید، بذارید بهتون نشون بدم. اینجاست. اینو من میخوام اصلاحش بکنم بذارم محمود، یا اصلا میخوام بذارم افیلیت، هرچی بنویسیم به نفعمونه. افیلیت سیستم. میرم اونجا توی افیلیت سیستم این کپی میکنم چون خیلی خوبه وسوسه کننده است. میذارمش اینجا. حالا ممکنه شما توضیحات دیگه مثلا بتونید بدید، بسیاری به خودتون داره چه محتوایی میخواد بذارید. این دیسکریپشن کجا نمایش داده میشه؟ اینجا رو ببینید، اینجاست، کنار اسمتون نمایش میده. خب این یو آر ال تونه، سایت ادمینتون و سایت آدرستون و محل نصب سیستمتون. شما اینجا میتونید مشخص بکنید که زبان وبلاگتون چیه. ببینید خیلی زبانهای مختلفی داره، هزارگی، فارسی هم هست، حتی عربی، هندی، کردی، پشتو، اردو، ترکی، عربیت المغربیه، بعد مثلا دیگه هر جا فکر کنید وجود داره. اینجا میتونید تایم زونتون انتخاب بکنید، مثلا برای ایران میشه 3:30 یا برای ترکیه میشه 3، یا میتونید اینجا اروپا. خب استانبول، خیلی خوب ببینید اینم استانبول. اینو من انتخاب میکنم که ساعت بر اساس ساعت استانبول زمانش رو بزنه. اینجا میتونید نوع فرمت تاریخ رو نمایش بدید که مثلا اول سال باشه، بعد ماه باشه، بعد مثلا روز باشه. این دیگه دست خودتونه، مثلا من میگم اول روز و ماه و سال باشه. ساعت رو هم بر همین اساس شما میتونید بگید مثلا به این شکل. چرا نمیاد؟
خب اینو نمیدونم واقعا، هنگ کرد فکر کنم بدبخت. اومد. خب ساعت رو من میخوام به این شکل نمایش بده. روز اول هفته من روز دوشنبه است، سیوش میکنم. اینا همش تو ستینگه. خب میریم برای سیف شد دیگه، سیف شد، میریم تو قسمت بعدی. اینجا میگه دیفالت گروهی که کتگوری شما چه کتگوری باشه، میگم این باشه، و اطلاعات مربوط به سیستم ایمیل رو دست پیدا نزنید، چون به صورت پیشفرزش خودش میفرسته هر کاری که بخواد انجام بده. قسمت ریدینگ کاری با اینم نداریم. قسمت قسمت لینک. خب ببینید، اگر دیدید الان اینجا یه تاریخ میخورد بعد نوشته بود، بذارید من اینجا بهتون نشون بدم. ببینید الان این افیلیت سیستمه، این بالا آدرس رو دقت کنید، البته اینا الان تغییر میکنه، افیلیت سیستم شد ایزی فلان. ببینید اینجا الان یه تاریخه، درسته؟ میبینید اینو توی تنظیمات لینک ها میتونید الان رو پیشفرزش گفته تاریخه و بعد اسم. من میگم من میخوام تمامش فقط با پست باشه، یعنی پست نیم باشه. حتی شما چیزای دیگه هم میتونید اینجا وارد بکنید، دست خودتون. حتی میتونید ساعت بگید، مثلا اول ساعت باشه بعد پست نیم باشه. ولی قشنگش اینه که چون تو سرچ ها خیلی راحت پیدا میشه، همین عنوانه، این عنوان چیزی که می‌نویسید تبدیل به لینکش بکنید. من میگم پست نیم باشه و سیف چنجش میکنیم. ببینیم آیا به صورت پیش‌فرض این لینک ما تغییر میکنه یا ما باید بریم از داخل ادمین این رو تغییر بدیم. خب ببینیم به صورت پیش‌فرض آدرس ببینید تغییر کرد. میبینید دیگه خبری از اون تاریخه نیست. طرف مستقیم وقتی سرچ بکنیم یه لینک قشنگ پیدا کردم میاد، بعد این محتوا رو میبینه. پس اینا رو حتما تو قسمت پرمالینک حتما بهت قسمت پست نیم رو اکتیو بکنید و اینها رو بسازید. تموم شد به همین سادگی و به همین بقیه بخش هم که کاری ندارید. برای تولید محتواتون مجدد بهتون بگم، میرید تو قسمت پست اد نیو رو میزنید. حالا رفتید یه مقاله هم پیدا کردید، عنوان مقاله، بذارید بریم با هم دیگه این کارم انجام بدیم. من بهتون بگم اینو میرم تو قسمت بلاگ، مثلا افیلیت داش سیستم دو تورجی، مثلا همین قدرش رو کپی میکنم میارم اینجا پیستش میکنم. چون همین الان ارزش سرچ داره دیگه. مطمئنا عنوانش چی بود؟ عنوانش هم اینجا کپی میکنم میام اینجا پیست. دقت کنید این پایینو، الان من اگر موس اینجا کلیک بکنم چه اتفاقی میفته؟ اومد دقیقا همون عنوان من رو تبدیل به لینکش کرد. من هیچ کاری نکردم، من فقط موس اومدم این پایین یه کلیک کردم، خودش دیگه لینکو از متن پرمالینک برامون ایجادش کرد. حتی میتونیم الان ویرایشش بکنیم، اما خب دیگه این قشنگتر میشه. خب کاتگوریمون هم میگیم افیلیت باشه، تگامون هم میگیم از توی تگای قبلی برامون بیار، ما همه رو تیک بزنیم که دیگه نیازی به نوشتن مجددش نباشه. تموم شد دیگه، همین دو دقیقه هم صبر کنید. اینم پابلیش. الان نوشته شما ببینید ویو پست، یعنی پست شما ما نمایش داده شد. میریم صفحه اول سایتمون ببینیم آیا برای ما همچین چیزی رو نمایش میده یا خیر. بله ببینید این هم نوشته که الان اضافه کردیم و این هم لینکش، البته لینک نذاشتم که خب این اشتباه، با لینک حتما بذارم. لینک این عنوانم ببینیم لینکش به چه شکلیه، دقیقا همون عنوان مطلبمون. خیلی خوب تموم شد دوستان عزیز، ممنونم از اینکه وقت گذاشتید. ولی بذارید من یه چیز دیگه هم بگم، دل بکنیم حداقل بریم. خب داشبورد رو میگم یه بار، یادتون باشه شما با نصب این سیستم روی دامین یه ساب دامین گرفتید، با اون ساب دامین دیگه میتونید برای خودتون محتوا تولید بکنید. سعی کنید چندین جای مختلف محتوا داشته باشید. حالا ببینید من اگر قرار باشه همین رو، همین محتوایی که الان قرار دادم رو توی
مثلا سیستم اینستاگرام لینک بخوام بدم، خب میدونید که اینستاگرام مثلا میاد الان کلمه افیلیت رو حساسه، یعنی اصلا قبول نمیکنه. یا باید بری از یه کوتاه کننده لینک استفاده کنی که لینکت رو نتونه بخونه، یا اینکه باید بیاید وبلاگ بسازی یا باید سایت داشته باشید. خب بیایید کاری انجام بدید، مثلا میاد یه محتوا مینویسید به اسم افیلیت داش سیستم، مثلا افیلیت سیستم، رفتید وبلاگ ساختید با این عنوان، لینک های خودتون هم که گذاشتید توی اینا، مثلا هر کس ریجستر رو بزنه با لینک شما عضویت پیدا میکنه، یا هر چیز دیگه، عکسی گذاشتید، هر کاری کردید اینجا برید این کارا. اگه زبون بلدید خودتون محتوا تولید کنید، یعنی خیلی با زبون ساده بنویسید، بگید مثلا کسب درآمد با راه اندازی یک فروشگاه کاملا اتومات با افیلیت سیستم مثلا، بعد لینک خودتون رو بذارید برای ثبت نام مثلا رو فلان چیز کلیک کنید. حالا الان من همین لینک نوشته که الان گذاشتم، چون لینکم توش قرار گرفته که هر کی روش کلیک بکنه من پورسانت بگیرم، میام این آدرسی که اینجا هست رو کلیک میکنم، کپی میکنم، میبرم داخل پروفایلم توی اینستاگرام یا تو صفحاتم توی فیسبوک یا توی توییتر، این لینک رو به افراد میدم، یعنی دقیقاً همین لینک رو میدم به افراد، میگم آقا بیاید با این لینک من اطلاعات زیادی که من نوشتم در مورد افیلیت رو میاد بخونید و یه سیستم کسب درآمدی برای خودتون راه بندازید، پورسانت بگیرید، از محل فروش کالای بقیه شما پورسانت بگیرید به همین راحتی، و به راحتی این کار رو انجام بدید و شروع کنید به فروختن و بذارید افراد وارد سایت شما بشن، هم بازدید کننده بگیرید و همین که پیجتون معروف بشه و همین که بتونید ورودی مناسبی برای سیستمی که دارید میفروشید پیدا بکنید. خب دیگه تموم شد دوستان عزیز، خیلی ممنونم از اینکه وقت گذاشتید. لطفاً ویدیو رو بعد از اینکه دیدید برای دوستاتون به اشتراک بذارید، اگر خوشتون اومد لطف کنید لایک کنید ویدیو رو و برای دوستاتون بفرستید و نظرتون رو حتما در مورد ویدیو به من بدید. این ویدیو صرفاً برای راه اندازی وبسایت بود، حالا ممکنه شما از این سیستم به اشکال مختلف برای خودتون بخواید استفاده بکنید. آدرس ورود به اون سیستم و خرید استفاده رایگان از این سیستم رو حتما براتون در انتهای ویدیو میذارم که بتونید به راحتی بهش لاگین بکنید و بتونید به راحتی یه وبلاگی رو اندازی بکنید که از طریق اون بتونید جذب مشتریان خیلی خوبی رو داشته باشید. ممنون از وقتی که گذاشتید، برای همتون آرزوی شب و روز خوبی رو دارم. موفق و پیروز باشید. خداوند یار و نگهدارتون.